بسیار زیاد از این که فرصت دادین در مورد پیشرفت ها برای مذاکرات بین الافغانی بگوین چی پیشرفت هایی وجود داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. طوری که ما قبل نام چند روز پیشتر ما با شما ملاقات داشتیم و در رو هم ما گفتیم مذاکرات بین الافغانی انشاءالله ما کوشش میکنیم که به تاریخ 10 مارچ دایر شود و حلقات مختلف از کشور ما خصوصا سیاسون افغانستان نمایندگی داشته باشن و ما امید از این رو میکنیم که هر چی زودتر شروع شود، معذره که بین خود افغان هاست و مشکلاتی که بین خود افغان هاست، مسائل داخلی ما هست که بالا از اونا صحبت صورت بگیره باشه. حالا مسئله زندانی ها پیش شرط بود برای آغاز مذاکرات. اشرف غنی اعلام کرده که زندانی ها را آزاد نمیکنه و بعد از مذاکرات بین الافغانی روی ازی تصمیم گرفته میشه. گفتن چی است؟ بله، مطابق توافقنامه قبل از آغاز مذاکرات بین الافغانی باید 5000 اسیرا که در داخل زندان های مختلف هستن و 1000 نفر دیگری که با ما هستن اونا باید از زندان ها بیرون شون و خانه های خود بیرون برن و در این مورد امریکایی ها با ما تعهد کردن، وعده کردن، انشالله اونا این کار را خواهد کردن. آیا فکر میکنین به دست امریکایی ها سازدی از اینا؟ ما خب اگر به دست از اونا نمی بود اونا یعنی تعهد نمی کردن، اونا با این نمی گفتن که با این کار میکنن، اونا این کار میکنن و یک هیئتی که از طرف امریکایی ها تنشه و یک طرف هیئت از طرف ما در باره امی اوسراست که اونا کار میکنن. تقریبا از یک ماه به طرف کار کردن، لیست ها هم تبادله شده، تمام اسمای از این اوسرا با یکی دیگه تبادله شده، کارشان تقریبا گفتم میتونم که تا 75-80% ختم است. انشاءالله تنها یک ایست که خلاص شد دیگه کارشان خلاص است. امریکا چی وعده داده تا چند روز دیگه قرار از زندانی آزاد شد؟ ما سر زیر کار میکنیم، کوشش میکنیم که قبل از 10 مارچ این پروسه ختم شد. در مورد مذاکرات بین الافغانی اگر بگوین آیا با هیئتی که حکومت آماده میسازه گفتگو میکنین؟ هیئت همه میگن که قرار است ارگ بسازه. گوش کن، حقیقت تو طور است که اصلا هر مشکلی که در داخل افغانستان شما ببینین که از فعلا حال نه از تقریبا از 40 سال به این طرف 14 همیشه که در افغانستان مشکلات داخلی وجود داره و عمدترین مشکلی که از اون بالای ساختار حکومت و نوی حکومت و انواع مختلف و اوقات مختلف بالای افغانستان آمدن. ولی ما میگیم که در مذاکرات بین الافغانی باید یک مکانیزم جور شد، یک ترتیب جور شد که توسط از او در افغانستان صلح بیاید و دیگه افغان ها در بین خود مشکلات نداشته باشند. مطلب ما ایزیست که یعنی یک حکومت روی کار بیاره که برای کل افغان ها و اگر کل نباشه اکثریت افغان ها باید قبولی قبول باشه و بعد از او باز میتونه که مشکلات داخلی ما حل شود. به این خاطر ما کوشش میکنیم اگر حال چیزی که اداره فعلی کابل ادعا میکنه که ما هیئت رو تعیین میکنیم روان میکنیم و فکر میکنیم به این مشکل حل نمیشه به خاطر اینکه یکی اداره کابل فعلا اداره قانونی نیست، اونا را کس به رسمیت نمیشناسه، حتی در داخل اداره اداره کابل که تابال چیشان جای بجاست اونا در بین خود 3-4 تفریق هستن یکی دیگر قبول ندارن. بنا اینا اگر حیات هم تعیین بکنند حیات از اونا برای ما قابل قبول نیست، چرا که حکومت قانونی نیست، ما اونا را به رسمیت نمیشناسیم، اونا از نمایندگی از مردم افغانستان نمیتونن. بالاخره با عنوان یک طرف گفتگو میکنیم امی حیاتی که ارگ تعیین میکنن اینا شاید حیات داخل ارگ باشه، خب از خارج از ارگ اینا برای هیچ کس قابل قبول نیست. بنان ما یک هیئت را میخوایم که او نمایندگی از افغانایی که در جانب مقابل هستن نمایندگی بکنه. چقدر فکر میکنین که برگزاری مذاکرات بین الافغانی در 10 مارچ حتمی است؟ ما کوشش میکنیم و ما از طرف ما همه چیز خلاص است، فاینال است، لست اسرار را تسلیم کردیم و ما آماده هستیم، تیم ما هم تعیین شده که باید با تاریخ 10 مارچ ملاقات بکنیم و اگر بعد از تا 10 مارچ اگر نمیشه این نال جانب مقابل است، یا امریکایی ها در کار خود اینا پیشرفت نخواد کرده باشن یا مشکل خواد داشته باشن یا کدام مشکل دیگری باشه، از طرف ما مشکل نیست، ما آماده است. یک هیئت از کابل آمده بود، گفته شده که با کمیسیون نظامی شما روی آزادی زندانی ها صحبت کرده، چقدر حقیقت؟ ما با ارتباط از این هیئت هیچ اطلاعی نداریم، ما کسی اطلاع نداده، ما خبر هم نیستیم و در این باره ما با اونا تا بالی صحبت هم نکردیم، ننشستیم صحبت هم نمیکنین؟
با هیئت ما صحبت نمیکنیم نخیر، چرا که ما این هیئت به رسمیت نمیشناسیم. هر کس که به خواست هر کس که اومده بر مطلبی که اومدن ما از هیچ اطلاعی نداریم. استانکزای صاحب، در مورد خروج نیروها اگر بگوین بر بنیاد توافقی که شما کردین، قرار است تا چند روز دیگر آغاز سفر روند؟ خروج نیروها از بعد از امضای توافقنامه شروع میشه و شروع شده، ولی فعلا هم شروع شده باشه. درست قبل ما با آقای پامپیو وزیر خارجه آمریکا بعد از امضای توافقنامه ما کتش ملاقات خصوصی هم داشت، اونا گفتن که ما روند تخلیه را سر سبا شروع میکنیم. فکر میکنم یال شروع باشه، اونا میرن و در مدت 14 ما باید این پروسه تکمیل شه. قرار است در مرحله اول از چند پایگاه خارج شوند؟ مطابق توافقنامه باید در مدت 4.5 ماه از بعد از امضای توافقنامه، در مدت 4.5 ماه باید تعداد عساکر امریکایی و ناتو باید به 8600 برسن و 5 بیس یا مراکز بزرگ امریکایی باید تخلیه شد. و در 14 ماه قرار است اینا براین، آیا شرایط هم وضع شده؟ اگر شرایط تعهدات عملی نمیشه، امکان داره نیروها بمانن؟ شرایط انشالله عملی میشه، به خاطر اینکه مسئولیتی که بالای ما هست است ما انشالله رو پیش میبریم. مسئولیتی که بالای زنا هست است پیش برده میشه. در این مدت جنگ نیست بین ما و امریکایی ها، مکمل اوربند است و سیز فایر است و رای مسئول به قوات بخاطر خروج قوات آمریکایی، رای مسئول اونا ما خواهد دادیم که اونا قوات خود را بفرستند. در کنار آتش بس با نیروهای آمریکایی، در جنگ با نیروهای امنیتی افغانستان هم چیز کاهش آمده؟ ما امید از این میکنیم که به تاریخ 10 مارچ که نشست اول بین ما و دیگه در مذاکرات بین الافغانی همین موضوع سرش بحث شود. آیا اجندهای برای مذاکرات بین الافغانی هم ریخته شده؟ چون همین میگن باید آتش بس زودتر شود، روی زو صحبت شود. خب اجنده خو وقت جور میشه که هر دو جانب بالای میز بشینن و یک اجنده مشترکی که بالای زو توافق شود باید جور شود. ما از طرف خود اجنده داریم، اینا هم وقتی که آمدن جانب مقابل هر دو جانب باید سر بالای میز این فیصله را بکنن که اجنده را جور بکنن که در اجنده بازی معلوم خواهد شد که کدام موضوعات حق اولیت دارن و باید پریوریتی برش داده شد، اونا دول باشه و چیزایی که بعدی سر بعد. خب مسائل داخلی افغانستان خب همیشان مهم است، کلشان مهم است. خب باز هم به توافق دو جانب ارتباط داره که چه قسم جور بشه و چی به چی حق اولیت داره. در ترکیب آیات شما تغییر آمده برای مذاکرات؟ شاید بعضی تغییرات باشه، به خاطر از اینکه به نظر ما باید هر هیئت 15 نفر داشته باشه، 15 اعضا داشته باشن و اعضای تیم مذاکراتی ما که با آمریکا بود اونا در حدود 18 نفر بودن، شاید یک چیز تغییر تبدیل باشه. فعلا دفتر سیاسی شما در قطر مصروف چی هستند تا آغاز مذاکرات؟ ما فعلا دفتر سیاسی امارات اسلامی افغانستان به ارتباط چی اسرا کار میکنیم فعلا. در مورد مذاکرات بین الافغانی آمادگی میگیریم. در مورد نوعیت نظام آینده بسیاری ها میگن قرار است دوباره بریم به امارت یا هم جمهوریت ادامه پیدا میکنه با یک شکلی که نظام اسلامی باشه، دیدگاه شما چی بوده؟ دیدگاه و نظریات خود در هر جامعه در هر جای مختلف است، هر کس دیدگاه خود میگن. مگر ما که همین مذاکرات بین الافغانی را ما قبول کردیم و میخواییم که با افغان ها بشینیم و با اونا گپ بزنیم، مطلب از این است که امی موضوعاتی که ساختار حکومت است، نوی حکومت است و مسائل دیگری که صدها مسائل دیگر است که مشکلات داخلی افغانستان است، اونا باید سر میز بحث و سرش تصمیم گرفته شود. هر فیصله که بالای میز میشه ان شاء الله ما او را احترام خواهد کرد. نهادهایی که در 18 سال بنیان گذاشته شده به ویژه نهادهای امنیتی، یک نگرانی است که اینا از هم نپاشه و بالاخره ما همه چیز دوباره از سر آغاز کنیم. نه، ما کوشش میکنیم ان شاء الله و هیچ جانبی را خواستار از این نیست که نهادهای امنیتی را بپاشن، زیرا به خاطر اینکه نهادهای امنیتی که پاشیده میشه و از بین میره
باز ترمیم و جور کردن از این بسیار مشکل است و بسیار مشکلات زیاد را پیدا میکنه. البته به اصلاحات ضرورت داره، دیگه شک نیست، و اصلاحات هم به شکل است که به می اندازه اردویی که فعلا در داخل افغانستان است، چون بسیار کلان است. آیا حکومت آینده افغانستان که بعد از توافق بین افغان ها به وجود میاد، اونا ظرفیت و قابلیت از این داره کمی اردو را به بودجه داخلی پیداوار خود داخلی افغانستان نیره بچلانه؟ حالا فعلا کمک های خارجی هستم که اونا این کار میکنن، و دیگه ای که ما به می اندازه اردو ضرورت داریم که به خاطر دفاع کشور به می اندازه باشه، به خاطر اینکه اردویی که ما سابق داشتیم اونا اردوهایی بودن که هر کس در یک سن معین در سال در سن 20 سالگی اونا به خدمت عسکری می آمدن، بر 2 سال عسکری می گذرن می رفتن. اونا بالای دولت یک بار مالی زیاد نبود، اما حال خوب اردویی است که هم از اینا معاش میگیرن و دیگه میگن یک بار بسیار سنگین مالی است. میگن شمارشون کم شد. باز نه، ما نمیگیم که شمارشون کم شد، ما میگیم شمارشون ما میگیم که باید در مذاکرات بین الافغانی بالا از این تصمیم گرفته شود، شمار از اینا، تعداد از اینا، هدف از اینا، نه تنها از وزارت دفاع بلکه از وزارت داخله، پلیس و همچنین از استخبارات باید در یک کمک اصلاحات بیاد، در تعدادش، در وظایفش، در وظایف اینا که به ارتباط مسئولیت هایی که اینا دارن، یک کلش باید به اصلاحات ذره داره نهاد باشه، تنها اصلاحات بیاد. و در همچنان موضوع دیگری که مهم است که در افغانستان بسیار قوات های غیر از اردو و پلیس وجود داره، مردم افغانستان مسلح هستن امروز. شما میبینید قوات های سیاسی که در افغانستان وجود داره، کلش اکثرشان مجاهدین مسلح دارن، افراد مسلح دارن، اینا کلش مسائلی است که اینا مربوط به امنیت میشه، اونا چه قسم مدغم شون، برایشان چه قسم وظیفه داده شود، چی بکنن، این کلش مسائلی است که باید سر میز سر از بحث شود. و ما فکر میکنیم انشاءالله که اینطور یک راه حل را ما بریزی پیدا خواهد بکنیم که نه کل بنیاد و ایچی و امنیتی از بین برن و در عین زمان قابل قبول برای ملت افغانستان و برای مردم افغانستان هم باشه. حالا در وضعیت اقتصادی که افغانستان داره، نیروها بیشتر وابسته هستند به کمک‌های خارجی. حالا توافق صلح شد، در صورتی که نیروهای خارجی بیرون میشه، شما میایین وارد نظام میشین، آیا کمک های بیرونی را برای نیروهای امنیتی شما میپذیرین، ادامه میدین؟ خب این مربوط به حکومت آینده افغانستان میشه. حکومت آینده افغانستان که بعد از توافق صلح همه جانبه به وجود میاد، یک حکومت اسلامی میباشه و تمام افغان ها برای از او موافق میباشه، برای تمام افغان ها و تمام اقشار مردم افغانستان و تمام قوم ها اینا قابل قبول می باشه، او حکومت باز مسئولیت از اوناست که اونا به چی اندازه اردو رو نگاه میکنن، به چه قسم اردو رو نگاه میکنن، و چه قسم قوات امنیتی رو میگن، و چه قسم اونا رو ایچی بکنن، اکمال بکنن، او مربوط از اونا میشه. البته مربوط است و نظر شخصی ما ایست که باید ما روابط خوبی با کشورهای جهان داشته باشیم، و البته ما مجبور هستیم تا یک وقتی را اگر ضرورتی از این باشه تو کشورهای دوست در ارتباط با ما کمک کنی، خوبتر است که افغانستان به پای خود استاد میشه و یک اتکا به خود پیدا میکنه، میتونه که قوتهای امنیتی خود و دیگر مسائل خود خودشان رفع بکنن. خودتان موضوع قوتهای امنیتی نیست، در افغانستان صدها و هزارها بیوه است، یتیم است و افغانستان ویران شده، سرکایش نیست، کارخانه و فابریکا همه از بین رفتن، کل از اینا جور کردن از این خوب دیگه جای شک نیست. با چی پیام نزد رئیس جمهور ترامپ خاطر رفتین؟ ما تا ما برتان گفت که تابال ما اید دمت باز شدیم، برای ما تابال به ارتباط هیچ اطلاعی نداریم. وقتی که بگه برای ما اطلاع داده شد و از ما رسما دعوت شد، باز ما تصمیم خواهد گرفتیم که چی بکنیم. آیا بر آمریکایی اطمینان هم داده شده که پس از این شما به عنوان یک متحد خوبه که همکاری غیر نظامی داشته باشین، رابطه تان دوام پیدا میکنه؟ برای در توافقنامه است، در بند آخر توافقنامه است که بعد از خروج قوات های امریکایی، تمام قوات های امریکایی بدون دیپلمات هایی که اونا در افغانستان میباشن، اما کارکنای سفارتخانه و کنسولگری های ناتو و همچنان امریکا در افغانستان میشه، دیگه تمام قوات خارج میشه. و بعد از خروج قوای نظامی از اینا، ما میخواهیم که حکومت آینده افغانستان، حکومت اسلامی آینده افغانستان با آمریکایی ها و با کشورهای اروپایی بلخصوص کشورهای ناتو روابط دوستانه داشته باشن، و ما کوشش خواهد کردیم که اونا را پس در موضوعات داخلی افغانستان، خصوصا در آبادی افغانستان، در قسمت زراعت و در قسمت صحت و در قسمت تعلیم و تربیه و بعضی مسائل دیگری هستن که اینا را باید اینا با ما همکار باشن و کمک بکنن. ما همکاری اینا را میخوایم و یک بند از متوافقنامه همه است که اینا نظر به مو بندی ها مکلف هستن که پس
در بارسازی افغانستان باید سهم فعال بگیره. استانکزای صاحب، یک تعهدی که شما در توافقنامه سپردین که رابطه تان با گروه های مثل القاعده قطع میشه، آیا رابطه قطع شده است سر از دیروز و پریروز؟ در یک سه قسمت امی توافقنامه است، یکی خروج قوای خارجی، یکی است که خاک افغانستان در مقابل کشورهای دیگه خصوصا همسایه ها استعمال نشه. این مواری را فعلا ما قبول کردیم، بلکه به جایی که مربوط ماست یا ما بالای مناطق کنترل داریم، انشاءالله از جماعه ایده کنترل کردیم و نیست. و در آینده اگر حکومت اسلامی که به توافق تمام افغان ها با وجود میاد، این باز مسئولیت از او حکومت است که از خاک افغانستان برای کسی اجازه نده که خاک افغانستان علیه دیگه کشور استعمال کنه، یعنی القاعده را دیگه جزء فعالیت نخواهد داد. حکومت آینده مسئولیت از این داره که هیچ کس اجازه نده که خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استعمال بکنه. و به عنوان پرسش اخیر، در کابل پس از یک توافقنامه امضا شد، هم یک طرف خوشی شد، یک طرف نگرانی کردند که مبادا دستاوردهای 18 ساله به ویژه در بخش حقوق بشر، حقوق زنا و آزادی بیان از دست بره. در این مورد چی دیدگاه دارید؟ خب این تشویشات، خب شما میفهمید که هر کس تشویشات مختلف داره، از دیدگاه خود داره. کسانی که از دمید 20 سال از بمبارد و از هر روز توپ و تیاره و کشتن و اینا به تکلیف هستن، اونا برای صلح بسیار ای چیستن، خوشبین هستن که صلح بیان. کسایی که موقف داشتن، موقفای داشتن، اونا باز تشویش از این که داشت موقفای خود از دست بتن. مگر من میگم به خاطر آبادی افغانستان، به خاطر اینکه یک حکومت دلخواه تمام مردم افغانستان به وجود بیاید، باید هر کس قربانی را برای خود قبول کنه، هر کس باید قربانی بده، از مفادات شخصی خود بگذره، مفادات ملی را ترجیح بده. برای ما مفادات ملی از همه چیز مقدم است، بعد از اون مفادات شخصی میاد. به این خاطر اینا رو باز باید کس تشویش نباشه. حکومتی که آینده میاد یک حکومت اسلامی، در این شک نیست که هم افغان ها مسلمان هستن و حکومت اسلامی رو میخوان. حکومت اسلامی آینده به انتخاب تمام افغان ها خواهد بود و او تمام آرزوهای افغان ها را، اگر اونا هر تشویش داشته باشه، انشاءالله او را برآورده خواهد ساخت و ایره رفع خواهد ساخت. پس از اینکه با جانب افغانستان به توافق میرسین روی در مذاکرات بین الافغانی، نتیجه از توافق با مردم هم برای زنی میگذارین که مردم چی دیدگاه میتن و چی شوه؟ خب این مربوطی از دوست. اگر این موضوع رو میگم شاید پیش از وقت باشه، بالای میز چیز بحث میشه، سریع